سرخط خبرها، اعلام یک خبر مهم در مورد سپاه پاسداران و مذاکرات هسته‌ای در میان، خنسا شدن چندین عملیات بزرگ تروریستی در ایران از سوی وزارت اطلاعات و کلید خوردن درگیری میان چین و آمریکا در تایوان. به نام پروردگار یکتا و بی همتا، سلام به این بسته خبری از پیک، خوش اومدید. دور تازه مذاکرات رفع تحریم ها در پایتخت وین در حالی از سر گرفته شده که اگر طرف غربی تعصبات نادرستی که در تضاد با مذاکرات حرفه‌ای است کنار گذاشته و رفتار مسئولانه ای نشان دهد، می توان در کوتاه‌ترین زمان به توافق نهایی دست یافت. در حواشی این مذاکرات، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی اختصاصی مدعی شده که مذاکره کنندگان ایرانی حاضر شدند موضوع خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی را از مجموعه درخواست‌های خود کنار بگذارند، اما در مقابل همچنان به دریافت تضمین‌های اصولی برای عدم خروج آمریکا از توافق تاکید دارند. این رسانه آمریکایی در گزارش خود با اشاره به آغاز دوباره گفتگوهای احیای برجام در میان می‌نویسد، دور تازه مذاکرات وین که از روز پنجشنبه در پایتخت اتریش برگزار می شود، فرصتی برای تفاهم بر سر نکات نهایی توافق احیای برجام است. توافقی که تحریم های بین المللی علیه ایران را در ازای پذیرش محدودیت های شدید بر برنامه هسته ای این کشور لغو می کند. به گزارش ایرنا، این در حالی است که یک منبع آگاه ایرانی در تیم مذاکره کننده در مورد ادعای وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه ایران شرط خود را برای حذف سپاه پاسداران از گروه‌های تروریستی کنار گذاشته رد کرده و گفت جمهوری اسلامی ایران درخواست حذف سپاه از لیست تروریسم را کنار نگذاشته است و ادعاهای رسانه‌ای در این رابطه فاقد اعتبار است. این منبع آگاه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران حسن نیت خود در مذاکرات را نشان داده است و اراده جدی خود را برای رسیدن به توافق دارد. وی ادامه داد اکنون توپ در زمین آمریکاست و اگر آنها خواهان به نتیجه رسیدن توافق با ایران هستند، باید از فرصتی که اعضای برجام در اختیارشان گذاشته استفاده کرده و مسئولانه عمل کنند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته گفته بود که متن پیشنویس نهایی را به طرفین ارائه کرده و ایران و آمریکا باید به سرعت در این خصوص تصمیم گیری کنند و فرصت بیشتری برای سازش و مصالحه در مراحل بعدی وجود ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با انتشار گزارشی تایید کرد که ایران برنامه نصب 100 سانترفیوژ پیشرفته و ماشین‌های تولید سوخت اتمی را در تأسیسات اصلی هسته‌ای خود در نتنز دنبال می‌کند. در این گزارش آمده است که تهران همچنین شروع به تخلیه 2 آبشار دیگر از سانترفیوژهای اصلی کرده که برای اورانیوم غنی‌سازی استفاده می‌شود. موضوعی که البته پیشتر از سوی مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران اعلام شده بود. به گفته مقامات غربی، ایران تنها چند هفته از توانایی تولید اورانیوم با غنای بالا برای یک سلاح هسته‌ای فاصله دارد و با اقدامات جدید ظرفیت خود را برای تولید سوخت هسته‌ای به میزان قابل توجهی افزایش داده است. این می‌تواند به تهران اجازه دهد تا در صورت رد توافق به سرعت چندین سلاح هسته‌ای را سوخت رسانی کند. این در حالی است که مقام‌های تهران همواره تأکید کردند که متعهد هستند که به سمت ساخت سلاح اتمی پیش نروند. با این حال در هفته‌های اخیر برخی از مقام‌های عالی رتبه ایران در اظهارات خود به توانایی فنی تهران برای ساخت سلاح اتمی اشاره کردند. این افراد هرچند در ادامه بار دیگر تأکید کردند که ایران قصدی برای ساخت سلاح اتمی ندارد، اما اشاره به موضوع توان فنی برخی از ناظران را نگران کرده که شاید مقام‌های تهران قصد دارند در رویکرد خود در قبال برنامه هسته‌ای تجدید نظر کنند. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه از دستگیری 10 فرد مرتبط با داعش خبر داد. به گفته مقامات امنیتی، این افراد قصد داشتند در جریان عزاداری‌های ماه محرم چند عملیات تروریستی انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آمده است که این افراد از مبدأ ترکیه و عراق وارد ایران شدند و از همان ابتدا تحت نظر بودند. بر اساس این اطلاعیه، متهمان در دو منطقه غرب و جنوب کشور با
بازداشت و کلیه تجهیزات انفجاری وسایل ارتباطی و سلاح‌های همراه آنها را به طور سالم کشف و ضبط شدند. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه خود رژیم صهیونیستی را متهم کرده که پس از ناکامی هفته گذشته در انفجار یک مرکز حساس ایران توسط تروریست‌های تجدید طلب موسوم به کمله، این بار از تیم‌های تکفیر داعشی برای عملیات تروریستی استفاده کرده است. نهاد امنیتی ایران هفته گذشته با صدور اطلاعی از بازداشت یک تیم تروریستی اعزام شده از سوی موساد اسرائیل برای انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی در ایران خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران در آن زمان از اعضای حزب کمله به عنوان عوامل این عملیات نام برده بود، موضوعی که توسط حزب کمله رد شد. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه روز پنجشنبه خود با هشدار به رژیم صهیونیستی و مزدوران تکفیری داعشی و تجزیه طلبان تروریست اعلام کرد که برای اقدام ناکام خود با پاسخ کوبنده نیروهای این وزارتخانه مواجه خواهند شد. همزمان با آغاز بزرگترین مانور نظامی چین در اطراف تایوان، در پی سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به این جزیره، چین چندین موشک بالستیک از نوع دامفنگ را به سوی آب‌های اطراف سواحل شمال شرقی و جنوب غربی تایوان پرتاب کرده است. به گزارش رویترز، وزارت دفاع تایوان در واکنش به پرتاب این راکت‌ها سامانه‌های دفاعی مرتبط را فعال کرده است. ارتش آزادی بخش خلق چین از راکت‌های دامفنگ استفاده می‌کند. تایوان این اقدام چین را غیر منطقی خوانده و محکوم کرده است. تایوان گفته که چنین اقداماتی صلح منطقه ای را در معرض خطر قرار می‌دهد. مانور آتش مستقیم چین از ساعت 12 به وقت محلی شروع شد و در وسط روز یکشنبه پایان یابد. رسانه‌ها در تایپه می‌گویند که زندگی در پایتخت تایوان طبق معمول جریان دارد. مردم آرام اما نگرانند. نیروی دریایی آمریکا گفته که ناو هواپیما برای USS رونالد ریگان را به سوی تایوان می‌فرستد که به گفته مقامات آمریکایی بخشی از یک عملیات عادی و برنامه‌ریزی شده در دریای فیلیپین است. اقدامات اخیر چین به دنبال سفر جنجالی نانسی پلوسی از اعضای ارشد حزب دموکرات آمریکا به تایپه است که رغم هشدارهای پکن این سفر را لغو نکرد. این دیدار تنش‌ها بین آمریکا و چین را شدت بخشیده است. برخی مناطقی که از مانور نظامی چین متاثر شدند فقط در 19 کیلومتری تایوان قرار دارند. تاکنون هیچ مانور نظامی چین تا این حد به خاک تایوان نزدیک نبوده است. تایوان گفته که این اقدام مانع رفت و آمد کشتی‌ها و پرواز هواپیماها در فضای منطقه شده. حاکمیت این کشور را نقض می‌کند و به مثابه محاصره است. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با کانال خودتون پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر شما رو به خودم می‌سپارم. خدا نگهدار.